رابرت مالی یکی از مذاکره کنندگان دولت اوباما در گفتگوهای هسته دو هفته پیش به سمت نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران منصوب شد او در این سمت هنوز با هیچ رسانه ای گفتگو نکرده اما در یک مصاحبه اختصاصی که برای برنامه به عبارت دیگر دو سال پیش با او داشتم مفصل در مورد دیدگاهاش صحبت کرد در آن زمان از او پرسیدم اگر یک دموکرات دونالد ترامپ رو شکست بده سیاست واشنگتن در برابر تهران و مخصوصاً برجام چه تفاوتی خواهد کرد البته آنچه که تا به حال از دولت بایدن دیدیم با بعضی دیدگاه های آن زمان آقای مالی متفاوته و خبر انتصابش هم با مخالفت جمهوری خواهان مواجه شد که او رو به نزدیکی به ایران و دشمنی با اسرائیل متهم کردند. با همه این مخالفت ها او در این سمت است و بر سیاست واشنگتن در برابر ایران تأثیر خواهد گذاشت ماهای آینده مشخص میکنه که چقدر و نظراتش درست بوده این بازپخش آن گفته بود. آقای ملی سپاس گذارم از فرصتی که در اختیار بی بی سی فارسی گذاشتید شما یکی از مذاکره کنندگان ارشد آمریکا بودید در گفتگوهای هسته ای من آقا از آقای کری جان کری وزیر خارجه سابق پرسیدم قبل از اینکه آقای ترامپ رئیس جمهور بشه که اگر یک جمهوری خواه به قدرت برسه و از برجام خارج بشه چه خواهد شد و ایشون گفت که چنین چیزی ممکن نیست چه شد که شما اینقدر از غلط به یاد آوردن اون چون روزها در ذهنمون میگذشت سخته در آمریکا یه سنت سیاسی وجود داشته که حتی وقتی دولت جدید در واشنگتن با دولت قبلی اختلاف داره کم و بیش به توافقهای دولت قبلی احترام میگذاشت ممکن بود سعی کنن بعضی توافقها رو کمی تغییر بدن ولی اینکه به شکل یک جانبه به طور کامل از اون خارج بشن به ذهن هیچ یک از ما در تیم آقای کری خطور نمی کرد. که حتی امکان چنین چیزی وجود داشته باشه که رئیس جمهور کشور ما بدون کمترین دلیلی وقتی ایران کاملا به مفاد توافق هسته‌ای پایبنده اون رو نقض کنه نه فقط ما که خیلی های دیگه هم چنین پیش بینی این چیزیست که آیا طرف ایرانی هم نگرانی در موردش داشت و اگر داشت شما چگونی اونها رو بهشون اطمینان دادید که چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد Well, so well, well, هر دو طرف مذاکرات این نگرانی رو طرح کردند که چه خواهد شد اگه چنین سناریوی رخ بده من یادم جواد ذریف وزیر خارجه ایران می گفت ما چه تضمینی داریم که رئیس جمهور آینده شما توافق هسته ای رو نقض نکنه ما می گفتیم ما چه تضمینی داریم که رهبر فعلی یا بعدی جمهوری اسلامی نظرشون رو عوض نکنند و پا پاسخه که دادیم این بود که بله هر دو سوی مذاکره ممکنه در آینده توافق را نقز کنند. و ما باید تلاش کنیم توافق امضا که منافع همه ای طرفین درش گنجانده بشه تضمینی بهتر از این وجود نداره به خصوص در توافق سیاسی که برخلاف یک معاهده در مجالس کشورها تصریب نمیشه بهترین راه حفظ اون تامین نیازهای طرفین تا انگیزه ای برای خروج از اون وجود نداشته باشه آقای ترامپ وقتی که از توافق داشت خارج میشد پارسال گفت که یکی از دلایلش این بود که ایران برنامه موشکیش شامل نشده در این توافق همچنین نقش منطقه ایران و اینکه محدودیت هایی که در برجام وجود داره باید طولانی تر باشه یا دائمی باشه. چقدر به اون اهداف رسیدن در این یک سالی که از برجام خارج شدن ارزیابی من رو بگذارید کنار ارزیابی خود دولت ترامپ از همه گویاتره که آیا به اهدافشون رسیدن یا نه حرف های خود دونالد ترامپ را البته بگذاریم کنار چون بعضی وقتا مدعی میشه که در این یک سال ایران دیگه اون کشور سابق نیست ارزیابی مقامهای های که خود ترامپ هم بعضی وقتا به اون اشاره کرده و اونم اینه که ایران رفتارش رو در این مدت عوض نکرده برنامه موشکش هم ادامه داره نقشش در منطقه هم همون هست که پیش از این بود در نتیجه اگر با معیارها و اهدافی که خود دولت ترامپ اعلام کرده بود بسنجیم میبینیم که با خروج از برجام به نتایجی که میخواستن نرسیدند هدف دیگه‌ای که مطرح کردن این بود که یه توافق بهتر جایگزین برجام کنن که در اون محدودیت‌های روی برنامه هسته‌ای ایران به این زودی‌ها رفع نشه و حتی دائمی بشه چون حتی اینکه ایران حاضر بشه با آمریکا سر مسائل هسته‌ای گفتگو کنه کاملا غیرقابل قابل تصوره وقتی برجامو نقض کردیم دیگه نمیتونیم به طرف مقابل بگیم بیا بنشینیم برای رسیدن به یه توافق بهتر گفتگو کنیم چون حالا به شدت به ما بی‌اعتماد هستن تنها دستاوردی که در این یه سال داشتن این بوده که به اقتصاد ایران ضربه زدن این چیزی که مکرر در حرف‌های دولت ترامپ به اون اشاره میشه <applause> که ببینید چطور اقتصاد ایران رو چاره بحران کردیم ولی اینکه کشف جدیدی نیست خیلی معلوم بود که با بازگردوندن تحریم ها وضعیت اقتصادی ایران رو بدتر میکنن شاید فشاری که به اقتصاد ایران در این مدت اومده بیشتر از اونی که بعضی ناظران پیش بینی میکردن ولی مسئله اینه که از پا در آوردن اقتصاد یک کشور به خودی خود نشونی از موفقیت نیست فشار اقتصادی یکی از ابزارهای در دست برای رسیدن به هدف مشخص خودش هدف نیست و دولت ترامپ در رسیدن به این هدف که تغییر رفتار ایران بوده به جایی نرسیده ولی اونها استدلال میکنن که هنوز باید وقت داد یعنی یک سال نیم دیگه هنوز این دولت دست کم در دوره اولش در قدرت خواهد بود شاید این فشارها اون وقت منجر به تغییر رفتار ایران بشه من میگم هیچ نشانی برای چنین وضعیتی وجود نداره گروه بین بحران که من ریاستش رو دارم یه گزارش مفصل در این مورد منتشر کرده در اون نشون دادیم که هیچ رابطه بین افزایش فشار اقتصادی و رفتار دولت ایران وجود نداره یعنی به صرف افزایش فشار شما نمیتونید سیاست های طرف مقابل رو تغییر بدید حتی در مواردی کشور تحت فشار واکنش تونتری نشون میده تا دست بالا رو پیدا کنه یا ثابت کنه که در برابر ضرباتی که میخوره سکوت نخواهد کرد این سیاست تهاجمی دولت ترامپ ریسک جدی دیگه هم داره اون ریسک اینه که با افزایش فشار ایران در منطقه دست به اقدامات تلافی جویانه بزنه یا اینکه به کل از برجام خارج بشه هر دو اینها خطرناکه <تنی> کسانی که فکر میکنن با یکی دو سال فشار بیشتر ایران جا خالی میکنه و امتیاز میده <تنی> با تاریخ و معادلات منطقه و ایران آشنا نیستن و دارن قمار میکنن قماری که ریشه در واقعیت های موجود نداره این البته دفعه اول نیست که بعضی کشورها به امید تغییر سیاست یک کشور دیگه از این ابزار فشار اقتصادی استفاده میکنن و مواردی که موثر بوده بسیار کمه و در مورد ایران هیچ نشونی وجود نداره که به نتیجه مورد نیاز برسه مگر اینکه همراه با فشار اقتصادی یه مسیر دیپلماتیک واقع گرایانه و آمادگی امتیاز دادن متقابل وجود داشته باشه این دقیقا همون چیزیه که در گفتگوهای برجام رخ داد و به نتیجه رسید <تصفح> کسی نمیتونه انکار کنه که فشار اقتصادی در روابط بین الملل نقش بازی میکنه و یه ابزار مهمه ولی فشار خالی بدون دیپلماسی به امید تسلیم کامل طرف مقابل معمولا با شکست مواجه میشه اینطور نیست که اگه بیشتر فشار بیاریم فردا ایران دستاشو بالا میبره و میگه من از امروز سیاست منطقه ایم رو تغییر میدم به خصوص که اونها با استناد به حرفهای مقامهای دولت ترامپ حس میکنن که هدف اینجا تغییر رژیم در تهرانه که این خودشون ها رو بیشتر قانع میکنه که ایستادگی کنن چون مسئله مرگ و زندگیه و در عمل اونها از ابزارهایی که برای بازدارندگی مقابله به مثل و قرار گرفتن در موقعیت مساوی قرار دارن استفاده کامل خواهند کرد هیچ منطقی برای این تصور وجود نداره که سیاست فعلی دولت ترامپ به نتیجه میرسه همونطور که گفتم اقتصاد ایران در پی این تحریم ها آسیب جدی دیده و خواهد دید و اگر این به تنهایی هدف اون وقت دولت ترامپ میتونه بگه به نتیجه مورد نظرمون رسیدیم اما این نباید و نمیتونه هدف باشه هدف باید اونطور که خود دولت ترامپ گفته تغییر رفتار ایران و تغییر در بعضی بخش های توافق باشه کمترین دلیلی وجود نداره که سیاست کنونی دولت آمریکا به هیچ یک از این اهداف برسه. خود آقای ترامپ کمتر ولی تیمش خیلی روی ایران متمرکز هستن. وزیر خارجهش، مشاور امنیت ملیش بخش بخش بزرگی از سیاست خارجشون متوجه ایران هست، در موردش حرف میزنن. علت این فکر میکنید ارزیابی شما از اینکه علت اینکه این همه روی ایران متمرکزن چیست؟ پیش از اینکه پاسخ این سال رو بدن برای سال قبل اینو هم اضافه میکنم که پیش از گفتگوهای برجام آمریکا و متحدانش و حتی کشورهایی که متحدمون نیستن مثل چین و روسیه به کمپین فشار اقتصادی به ایران پیوستند و همزمان با این فشارها ایران تعداد هاش رو افزایش داد. و فقط وقتی یه پیشنهاد واقع گرایانه که غنیسازی در ایران رو به رسمیت شناخت روی میز گذاشتیم تونستیم می به نتیجه برسیم در نتیجه فشار خالی بیفاید است اما اینکه چرا دولت ترامپ تا این حد روی ایران تمرکز داره پرسش بسیار به جایه. تصور من اینه که ترکیبی از عوامل مختلف یکیش این آتش ترامپ برای نابود کردن همه دستاوردهای باراک اوباما است و یکی از اصلی ترین اگر نگیم اصلی ترین دستاورد سیاست خارجی آقای اوباما همین برجام بود یه وجه ایدئولوژیک دیگه هم داره ایدئولوژیک و سیاسی البته اینو در بین تعدادی از مقام های ارشد دولت میشه دید اونها ایران رو دشمن میدونن چون میگن ایران به نیروهایی در منطقه کمک میکنه که ضد آمریکا و ضد اسرائیل هستند و ایران در مواردی مستقیما و بدون واسطه علیه منافع آمریکا اقدامهایی کرده علت دیگه اینه که متحدان آمریکا در خاورمیانه از اسرائیل تا عربستان و امارات معتقدند ایران تهدید شماره یکه و آمریکا باید با فشار بیشتر یا سیاست های رژیم رو تغییر بده یا خود رژیم رو در نتیجه همه چیز دست به دست هم داده تا این طوفان ایجاد بشه سیاستی که اوباما داشت و ترامپ از زمان تبلیغات انتخاباتی به اون میتاخت و خیلی دوست داره که به طرفدارش نشون بده به وعده های انتخاباتیش از جمله حرفای که علیه برجام زده عمل میکنه سیاستی که متحدان آمریکا در خاور میانه از اون به شدت استقبال میکنن و دید خیلی منفی که میان مقام های فعلی دولت ترامپ به ایران وجود داره حتی معتدل ترین نقام ها مثل وزیر دفاع ترامپ در دو سال اول هم نسبت به ایران نگرانی داشتن که البته او هم استعفا داد در نتیجه هیچ وزنه جدی در داخل دولت ترامپ نمونده که بتونه بگه این سیاست غلطه یا ممکنه پیامدهای منفی داشته باشه

Yes, I بله میتونستن گام های بردارن. البته اگه از یه مقام ایرانی همین سال رو بپرسی احتمالا میگن نه. ولی به نظر من در یه سال خورده ای که بین امضای توافق و پایان ریاست جمهوری آقای اوباما وقت بود، فرصت خوبی وجود داشت چون ما در دولت آقای اوباما خیلی سریح به ایران گفتیم که ما مشتاقیم از برجام به عنوان یه الگو برای حل دیگر مسائل دو جانبه به خصوص مشکلات منطقه استفاده کنیم و همونطور که میدونید آقای اوباما حاضر بود با آقای روحانی در حاشیه نشست سالانه سران کشورها در سازمان ملل دیدار کنه <applause> ولی خب طرف ایرانی حاضر به این دیدار نشد و دلیلی هم که داشتن یا دستی هم یکی از دلایلشون این بود که میخوایم صبر کنیم ببینیم آمریکا برجام رو درست اجرا میکنه یا نه که البته همون وقت هم شکایت میکردن که دولت اوباما اونطور که باید و شاید تحریم های بانکی و غیره رو کاملا بر نداشته. توضیح دیگری که دادن این بود که دیدار دو رئیس جمهوری و مذاکرات برای حل دیگر مسائل درست بعد از برجام از نظر سیاسی حزمش برای مخالفان آقای روحانی مخصوصا در ایران سخت بود و هزینه سیاسی زیادی ایجاد میکرد. دلیل آخرشون البته این که رهبر جمهوری اسلامی خیلی به آمریکا با شک و تردید نگاه میکرد و نیاز بود اعتماد سازی بیشتری بشه تا بعد بشه گام های بعدی رو برداشت. تحلیل من اینه که ایران در اون یه سال خورده ای فرصت خوبی داشت که بگه بیایید مسائل موجود رو حل و نقاط تنش رو تا جایی که ممکنه در این مدت کم کنیم که اونها این گام رو بر نداشتن. از دید ما در دولت آمریکا یه فرجه خیلی خوب بود که ایران میتونست از اون بهره ببره و به روی پایه‌ای که برجام به عنوان دستاورد خیلی موفقی فراهم کرده بنایی برای رفع دیگر اختلافات بین تهران و واشنگتن بسازه یادمون باشه که آقای اوباما ریسک سیاسی زیادی برای مسئله هسته کرده بود و در بخش سختش که به کرسی نشوندن برجام بود پیروز شده بود و فضای سیاسی برای برداشت گام‌های بیشتر با ایران رو داشت که اون فرصت از دست رفت ولی اینکه آیا اگر ایران از اون فرصت استفاده میکرد و بعضی از دیگر مشکلات بین ایران و آمریکا حل میشد ترامپ باز هم میتونست همه دستاوردها رو به باد بده و زمان رو به عقب برگردونه نمیدونم ممکنه خیلی سخته بشه قضاوت کرد ولی قطعا به هم زدن برجام اگر نقاط تنش بر سر مسائل منطقه و مشکلات دو جانبه کاهش پیدا کرده بود برای دولت ترامپ سختتر میشد میدونم که پاسخ مقام های ایرانی که ما در دولت اوباما هم متقابلا پس از برجام به صورت کافی گام های بلند برای حل مشکلات رو بر نداشتیم. ولی ما هم محدودیت های سیاسی داخلی خودمون رو داشتیم اینطور نبود که هر کاری دلمون میخواد بکنیم حتی در یه سال اول ترامپ هم شاید فرصتی بود مثلا در نشست سازمان ملل که ترامپ برای اولین بار به با عنوان رئیس جمهوری شرکت کرد جالبه که درست در همون روز که او در سازمان ملل به حکومت ایران حملات تندی کرد چندین بار مشتاقانه خواستار دیدار با آقای روحانی شده بود اگه ایران به این دیدار نه نگفته بود آیا در رفتار آقای ترامپ تاثیر میگذاشت نمیدونم ولی وقتی به رفتار ترامپ در برابر کره شمالی بعد از دیدار با رهبر اون کشور نگاه میکنیم شاید بشه این نتیجه گیری کرد که اگه روحانی با ترامپ دیدار میکرد و از متفاوت میبود البته ممکن هم بود با توجه به اینکه برخلاف کره شمالی که همسایگانش از بهبود روابط با آمریکا با اون کشور استقبال میکنن متحدان آمریکا در خاور میانه درست برعکس خواستار تنش بین تهران و واشنگتن هستند یه دیدار چیزی رو تغییر نمیداد ولی نمیشه این ایده رو رد کرد که شاید فضا در صورت دیدار ترامپ و روحانی به این تندی نمیشد ولی این دیدگاه در تهران رو هم میفهمم که میگن این فقط در حد عکس یادگاری بود که در عمل هیچ تغییری در شرایط ایجاد نمیکرد چون اطرافیان ترامپ مصمم بودند ایران را هدف قرار بدن صرف نظر از اینکه روحانی با ترامپ دیدار میکرد یا نه uh, هم آقای کری هم فکر می‌کنم شما با طرف ایرانی دیدار کردید بعد از به قدر آقای ترامپ و بر گزارش ها به اونها گفتید که سعی کنید به دولت ترامپ بهانه ندید و در برجام بمونید ارزیابی شما از پاسخ ایرانی در این گفتگاه غیر رسمی چیست؟ so, I, mean, I meet with Iranian officials regularly, and I mean, the بله من پیوسته با مقامهای ایران در گفتگو هستم کار ما در گروه بین المللی بحران دقیقا همینه که سعی کنیم با تماس با همه طرفین راهی برای کاهش تنش ها و احتمال جنگ پیدا کنیم و الان نگران هستیم که با توجه به نقاط مختلف در منطقه که ایران و آمریکا در اونها در برابر هم حضور دارند ممکن یه اشتباه محاسباتی یا حتی یه اقدام عمدی منجر به یه رویارویی فاجعه بار نظامی بشه تحلیل من تا اینجای کار اینه که مقام های ایران در محاسبه هزینه و فایده برجام هنوز هم در مجموع معتقدند بهتر در توافق بمونند با اینکه فقط یک ذره از منافع اقتصادی که بر اساس توافق باید میبردند به ایران رسیده ولی روابط دیپلماتیکی که بر پایه برجام وجود داره همچنان اهمیت داره چون اگه ایران هم توافق رو نقض کنه اون وقت اروپا هم در مقابل با ایران به آمریکا میپیونده به جای وضعیت فعلی که اروپا بر سر ایران در برابر دولت ترامپ قرار گرفته این شرایط دیپلماتیک مطلوب تری برای تهرانه به ویژه که اروپایی ها در عمل هم گام هایی برداشتن گویی که میدونیم از دید ایران این گام ها کافی نیست ولی اتفاقا از انتظاری که ما اینجا داشتیم در رویارویی با دولت ترامپ فراتر رفتن ولی اینکه ایران در هفته ها و ماه آینده چه خواهد کرد به نظرم به سه عامل یا اغربه سه ساعت متفاوت بستگی داره اغربه اول مال ساعت تحریم هاست. به این معنی که نگاه میکنن ببینن با وجود افزایش فشار تحریم های آمریکا تا چه حد هنوز هم میتونن در حاشیه این فشارها به خاطر وجود برجام یه سری منافع حداقلی اقتصادی رو ببرن. اگر اغربه این ساعت به جایی برسه که هیچ سود اقتصادی از برجام نبرن، اون وقت ممکنه تجدید نظر کنن. اغربه ساعت بعدی به فضای سیاسی داخلی آمریکا مربوط میشه. اگر مقام های ایران حس کنند که ترامپ به سمت شکست در انتخابات بعدی میره اون وقت ممکنه شرایط سخت رو مثل کسی که نفسش رو در سینه حبس کرده و زیر آب مونده تحمل کنند به این امید که رئیس جمهوری جدید بیاد و فضا عوض بشه اغلبه آخر هم مال ساعت فضای سیاسی و انتخاباتی خود ایرانه هرچه به انتخابات نزدیک شیم، به تب محاسبات مراکز قدرت در ایران هم ممکنه عوض بشه در مجموع فکر میکنم تا این لحظه با وجود فشارهای دولت ترامپ برآیند نیروها از جمله دیدگاه رهبر ایران اینه که تا مدتی دیگه در برجام بمونند اینکه این مدت چقدره؟ به حرکت اون سقلبه بستگی داره به خصوص اغلبه سیاست داخلی آمریکا و افزایش یا کاهش احتمال شکست ترامپ در انتخابات اگه به نظر بیاد که ترامپ احتمالاً دوباره انتخاب میشه ممکنه برن به سمت اثرگیری برنامه هسته ای تا بتونن دست بالا رو در مقابله با ترامپ پیدا کنن اگر ببینن ترامپ به سمت شکست میره به خصوص با توجه به اینکه تقریبا همه کاندیداهای دموکرات وعده دادن اگر رئیس جمهورشان به برجام بر میگردن، احتمالا سب میکنن اتفاقا میخواستم همین رو بپرسم که اگر آقای ترامپ مجددا انتخاب بشه دقیقاً به چه سمتی خواهیم رفت خیلی میگویند که اون وقت است که احتمال جنگ خیلی افزایش پیدا میکنه جنگ پیش بینیش سخته ترامپ یه شخصیت دوگانه داره در این مورد از یک سو در دوران تبلیغات انتخاباتی ترامپ علیه جنگ هایی که آمریکا درگیر اونهاست خیلی صحبت کرد حتی از زمان به قدرت رسیدن هم نشونه های بروز داده که ترجیح میده نیروهای آمریکایی مثلا از افغانستان و سوریه خارج بشن از طرف دیگه وقتی به ایران میرسه بسیار تون صحبت میکنه و من حتی از مقام های دولت ترامپ شنیدم که ترامپ چند بار پرسیده چرا ایران رو نمیزنیم منظور از زدن اینجا البته حمله تمام نیست بلکه بمباران محدود هوایی مخصوصا بعد از حملات راکتی حوسی ها به عربستان و امارات و حمله به کنسولگری آمریکا در بصره ترامپ میخواسته علیه ایران بمباران تلافی جویانه انجام بده. این دوگانگی شخصیتی الان هم باقیه. فکر نمی کنم ترامپ تن به جنگ تمام ایار بده. ولی سناریایی که محتمله در صورت انتخاب مجددش اینه که ایران چهار سال فشار اقتصادی دیگه اون هم در حالی که بیکاری و قیمت دلار همه در حال افزایش رو تحمل نمی کنه و از برجام خارج میشه و شروع به افزایش ظرفیت برنامه هستیش میکنه، تا دوباره با دست پرتر به مذاکرات برگرده چون در موقعیت ضعف با ترامپ گفتگو نخواهند کرد تجربه چند دهه جمهوری اسلامی نشون میده تلاش خواهند کرد با دست بالا با آمریکا وارد مذاکره بشن سوالی که پیش میاد اینه که واکنش آمریکا یا اسرائیل به اثرگیری برنامه هسته ای چه خواهد بود بازی پر ریسکیه. به همین دلیل هم کل این خروج از برجام از اولش یه حرکت پرخطر بود. الان در کاخ سفید مقام های اطراف ترامپ به خودشون میگن خب ما هم خدا رو داریم هم خرما رو یعنی هم ایران رو تحریم کردیم هم ایران از توافق هستی خارج نشده ولی این تصور که وضع به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد تصور خامیه چون در صورت انتخاب مجدد ترامپ و از سرگیری برنامه هسته‌ای، کاخ سفید در برابر دو گزینه قرار میگیره یا باید برگرد سر میز مذاکره و امتیاز بده یا باید به فکر جنگ برای متوقف کردن برنامه ای باشه جنگی بسیار پر ریسک این دقیقا همون هایی است که آقای اوباما باهاش مواجه بود و تصمیم گرفت به جای جنگ به توافق برسه در نتیجه این احساس رضایت و موفقیت که مقام های دولت ترامپ الان دارند پایدار نیست در یه مقطعی دیر یا زود ایران واکنش نشون خواهد داد و حتی اگه به فرض محال واکنش نشون نده تنها دستاورد این سیاست تضعیف شدید اقتصاد ایران بوده که این دستاورد است نتیجه ای نداشته چون بعد از 6 7 سال پایبندی به توافق بر اساس خود توافق ایران حق داره برنامه هسته ایشو از سر بگیره سیاستی که میتونست و هنوز هم میتونه سایه جنگ بسیار فاجعه بار رو دور کنه پایبندی و بازگشت صادقانه آمریکا به برجام و اعتماد سازی با هدف گفتگوی جدید با ایرانه که با استفاده از الگوی برجام مسائل دیگر رو هم حل کنند. از جمله خواستهایی که ایران داره برای مثال لغو همه تحریم هاست که راه رو برای داد کامل خود آمریکا و ایران هموار کنه. در مورد گزینه ای که آقای ترامپ دوباره انتخاب بشه هر صدیم حالا در مورد گزینه ای که اگر شکست بخوره بعضی از دموکرات هم تو که اشاره کردید که کاندیدا هستن گفتن میخوان برگردن به برجام ولی کسانی هم هستن که میگوین به خاطر اون محدودیت هایی که منقضی میشه در برجام باید یک گفتگوی دیگری صورت بگیر. چقدر اطمینان دارید که حتی اگر یکی از این دموکرات ها موفق باشه واقعا به برجام برگردن و بعد وارد صحبت ها و گفتگوهای جدید بشن من با همه کاندیداهای دموکرات حرف نزدم، ولی احساس می‌کنم تصور قابل در میان اکثر کاندیداهای دموکرات این خواهد بود که اول آمریکا باید برگرده به برجام، چون بازگشت و تعلیق تحریم‌ها ما رو در موقعیتی قرار میده که میتونیم با ایران گفتگو کنیم چون اگه اول بدون شرط به توافق پایبند نشیم ایران انگیزه ای برای گفتگو نداره چرا باید با نقض کننده برجام حرف بزنن پس باید اول برگردیم به خصوص که دموکرات در دوران تبلیغات انتخاباتی شعارش رو خواهند داد پس امیدواری و اطمینان بالای من اینه که اگه دموکرات پیروز بشه به توافق برخواهد گشت چون سه سال نقض برجام از دید ایرانی ها خودش کلی بد اهدیه. بعد میتونیم به ایران بگیم ببینید همین سه سال سخت نشون داد که چقدر وضعیت بین دو کشور شکننده است و ما باید مشکلات بنیازین دیگر رو یکی یکی حل کنیم تا بهبود روابط تهران و واشنگتن این بار پایدار بمونه و اینکه خود شما هم از اجرایی نشدن کامل برجام حتی پیش از ترامپ گله داشتید پس بیایید مسائل رو در یک گفتگوی جدید کاملا حل کنیم. شما لغو کامل تحریم ها رو میخواید و ما تمدید محدودیت های موجود بر روی برنامه هسته ای رو. اگه به برجام بازگشته باشیم دست کم این شانس رو داریم که این موانع و نگرانی های هر دو طرف رو رفت کنیم. اگه باز نگردیم و شرط بگذاریم اون یک ذره احتمال موفقیت و گفتگو رو هم نخواهیم داشت. من با چند تا از کاندیداهای دموکرات و مشاورشون صحبت کردم و همشون با این نظر موافقند که در صورت پیروزی و به محض ورود به کاخ سفید، باید اول به برجام برگردیم. چرا پیکری دولت ترامپ بتونه واقعاً صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه؟ به صفر نه فکر نکنم تا الان به حدود نصف رسوندن ولی صفر بعیده شکی نیست که دولت ترامپ نشون دادی که تونسته از همه هاش برای فشار به ایران استفاده کنه و شاید بیشتر از اون چه ایران انتظار داشت موفق بودند. به خصوص در کاهش فروش نفتشون در رابطه با چین صفر اما فکر نمیکنم خود ترامپ هم از نتیجه اون در افزایش قیمت بنزین در آستانه انتخابات راضی باشه مسئله همونطور که گفتم اینه اگر هدف وارد کردن ضربات سخت به اقتصاد ایران بوده دولت ترامپ موفق بوده اما اگر هدف این بودی که رفتار ایران رو تغییر بدن یا اونها رو وادار به مذاکره جدیدی برای برجام جدیدی بکنن تیم ترامپ شکست خورده. If the goal was to prove that they could change Iran's behavior or get Iran to renegotiate a nuclear deal, they failed. And in the overall context of this, in 2016, are you optimistic that we will see a resolution to this 40-year-old stalemate in the next few days? Yes. I don't know how much time it will take. I'll say, it's, you know, obviously, having spent uh, and um, you know, the whole team and. <applause> بله البته نمیدونم چقدر زمان میبره ولی اینو بگم که اگر در زمان اوباما به برجام نرسیده بودیم الان در وضعیت به مراتب بدتری میبودیم و احتمال جنگ بسیار جدیتر میبود در نتیجه قبول ندارم که برجام بیفایده بوده تصمیم درستی بود تا امروز هم علاقه فشار ترامپ دوام آورده و ثابت کرده که دستکم بر سر یه موضوع مهم که همه حتی اسرائیل میگفت مسئله مرگ و زندگیه میشه به توافق رسید برجام باید الگویی باشه برای حل دیگر تنش های موجود در رابطه ایران و آمریکا در آینده گفتگوی جدی با اراده برای رسیدن به توافق یک بار به نتیجه رسید و با وجود اینکه اختلافهای دیگه هر دو کشور جدی هستند و حلشون ساده نیست ولی بله تغییر میان تهران و واشنگتن ممکنه آیا میتونه به با اندازه باشه که میگید اون ممکنه زمان بیشتری ببره for how to apply it that we could apply it to other aspects of the relationship